سرخط مهمترین خبرها، انتقاد پرزیدنت تاجیکستان از کار دادرسها، رید سازمان ملتگرای روسکای ابشین علیه مهاجران و ده‌ها مهاجر افغانستانی را از تاجیکستان پیش کردند. درود بینندگان عزیز، با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 6 دکبر سال 2024 است. رئیس جمهور تاجیکستان از کار بعضی دادرس یا سودیه‌ها در کشور ناراضگی کرده، گفت بیشتر شکایت ساکنان از بالای دادرس‌ها است. پرزیدنت امام‌علی رحمان 5 دکبر در واخوری با دادرس‌های کشور گفت از سال 2020 به این طرف از بالای کار دادگاه‌های کشور با دستگاه اجرایی پرزیدنت 4300 مراجعه وارد شده است. با گفته رئیس جمهور، بعضی شهروندان از یک طرفه بررسی شدن پرونده‌شان تکرار به تکرار مراجعه می‌کنند. امام‌علی رحمان همچنین از قانون‌شکنی کارمندان دادگاه‌ها در کشور نگرانی کرده، گفت دوام 10 سال اخیر 45 دادرس، معاونان و رئیسان سودهای شهرناحیه‌ها برای فسادکاری زندانی شدند. پرزیدنت تاجیکستان از قضیه رئیس پیشین دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین یادآور شد که برای لتوکوب یک مرزبان از وظیفه‌اش رانده شد. درباره این قضیه اول شده رادیوی آزادی روز 16 ایال خبر داده بود و دو روز پس ظاهر مومن‌زاده با فرمان پرزیدنت از وظیفه برکنار شد. مومن‌زاده روز 26 ایال رسانه‌ها را گناهکار کرد که حالت بسرش آمده را سنسیسیا کرده نشر کردند. اما امام‌علی رحمان روز 5 دکبر گفت رئیس دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین برخلاف کدکس آداب دادرس‌ها سرباز را لتوکوب و دشنام داده است. پرزیدنت بیرون از معروضش افزود فرزند یگان رئیس دادگاه خدمت نمی کند و به قدر خدمت هم نمی رسد. دادرس ها در تاجیکستان با فرمان پرزیدنت تعیین و برکنار می شوند. بانک اروپایی تجدید و رشد برای بهتر شدن کار نظامی آب تامین کنی در شهر باختر و ناحیه دنقره 8 میلیون یورو گران یا مبلغی به بازگشت می دهد. سازشنامه مذکور 3 دکبر از سوی فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه و خالگر ویفل نماینده دائمی بانک در تاجیکستان امضا شده است. از 8 میلیون یورو نصفش برای نظام تامین آب در باختر و باقی مانده برای ناحیه دنقره جدا می شوند. به اطلاع وزارت مالیه، این مبلغ برای ساختمان و برقرار سازی آبانبارهای موجوده، به ضرر گردانی آب نوشاکی و سری وقت با آب تازه نوشاکی تامین نمودن اهالی مصرف خواهد شد. تامین ساکنان با آب تازه یک از مشکلی های اساسی در منطقه تاجیکستان گفته می شود. طبق اطلاعی کارخانه خواجگی منزلی کمونالی، تنها 66% اهالی تاجیکستان با آب تامین است. اعضای سازمان ملتگرای روسکای ابشین در شهر سرگود علیه مهاجران رید گذراندند. در نوار نشر کرده این گروه دیده می شود که ملتگراها به انبار یک طربخانه در آمده با مهاجران دغلانه مناسبت می کنند. نمایندگان روسکای ابشین نوشتند همراه با کارمندان نهادهای قدرتی مهاجران را تفتیش کردند، اما در ویدیو دیده می شود که چند کس با روی پوشیده به انبار می درآیند و در لباسشان نشان این سازمان ملتگرا هست. کارمندان نهادهای قدرتی در کوچه دیده می شوند. اعضای روسکای ابشین نوشتند حجت ده‌ها مهاجر را سنجیدند و یک قسم آنها از روسیه اخراج می شوند. نوار رید اعضای سازمان ملتگرا در حال نشر می شود که در صحیفه وزارت کارهای داخلی روسیه در منطقه سرگود درباره گذراندن رید نسبت مهاجران خبری نیست. در دو روز اخیر تقریبا 60 مهاجر یا پناهجوی افغانستانی از تاجیکستان اخراج کرده شدند. سبب اخراج آنها معلوم نیست، ولی یک کارمند کنسولگری افغانستان در خاروق بر رادیوی آزادی گفت مهاجران به واسطه گذرگاه شیرخان بندر به افغانستان گذشتند. ادامه موضوع در گزارش برات یوسفی و علی شیر ظریفی. در دو روز اخیر تقریبا 60 مهاجر یا پناهجوی افغانستانی از تاجیکستان اخراج کرده شدند. یک کارمند کنسولگری افغانستان در خاروق که زیر اطاعت طالبان است گفت مهاجران به واسطه گذرگاه شیرخان بندر به افغانستان گذشتند. با اطلاع او که نخواست نامش برده شود، مهاجران اخراج شده در شهر وحدت، ناحیه رودکی و شهر دوشنبه کار و زندگی داشتند. همصحبت ما تاکید نمود که سندهای افراد اخراج شده درست بود، ولی سبب اخراج را نمی‌داند. نصرت الله محمدزاده، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، گفت که از اخراج مهاجران افغانستانی خبر ندارد. همزمان افزود که بر اساس مقررات وقتی قاعده های بود و باش را رعایت نمی کنند سبب اخراجشان می شود. خانواده بعضی مهاجران افغانستانی در روبروی دوربین رادیوی آزادی حاضر نشدند صحبت کنند. در صحبت تلفنی از اخراج نزدیکانشان اظهار نگرانی کردند. امروز مرده که من در کار رفته بود، به خدا ما پنج تا کودک دارم،
دخترکاس یک تو بچه دارم اینم اینجا مردکم رفت اگام کسیش تبارای مانیت این زنگ زدن از اینمی چیز زنگ زدن برمه که بیا که شهوت همینجا آورده ورقایش عدیل زنگ زد که بیا پاسپورت و همکارتیش گرفته بیا همون رکا جان بردم خودم قغم جگر خون شدم تا اینمی آل رامی کودکای میا که گیریه کده خدا کور کد دریش سرمز برده یگان کار اگه از روخ تن می التماس یگان کار کنه همیال دار سی وی سی رفتم همیال در حقوق بشر رفتم به خدا هم از خاطر 20 روپه 30 روپه کاریگری مردک ما بیرون برای یگان کس را کار نداره ما 5 سال از همیجه ششتیم این مردکی من را گرفتن دیپورت کردن همی یگان یک بدانم چوه همیره بردن در کدام مشکل پرابلم داشت چی بود؟ در 5 سال یگان کس از دست ما به خدا آزار ندیده یگان کسی نداره. عبدالمصویر بهادوری مدیر نمایندگی مهاجران افغانستانی آریانا در تاجیکستان اخراج مهاجران افغان را تصدیق کرده تاکید نمود که او نیز نمی‌داند چرا مهاجران افغانستانی را اخراج کردند. در سالهای 2021 و 2022 زیاده از 80 مهاجر افغانستانی را از تاجیکستان رانده بودند. مقامات دلیل راندن آنها را نقض قاعده اقامت نامیدند. کمیسیونی عالی سازمان ملل آن زمان گفته بود که مجبورن به کشورشان فرستادن مهاجران افغانستانی و افرادی که از تعقیب فرار کردند غیر قانونی بوده جان آنها را زیر خطر میگذارد. در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر میبرند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان به تاجیکستان آمدند. ارتش سوریه روز 5 دکبر اعلان کرد که از شهر حما عقب نشینی کرده است. این تحول ضربه دیگر برای رئیس جمهور بشار اسد دانسته می شود. بیانیه ارتش چند ساعت پس از آن نشر شد که جنگجویان مخالف حکومت بشار اسد اعلان کردند وارد شهر حما شدند. حما شهر رهبردی یا استراتژی به شمار می رود و برای ارتش سوریه نظارت به این شهر امر حیاتی دانسته می شود. پیروزی شورشیان در حما در حال صورت گرفته است که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه نیروهای رژیم اسد و نیمه نظامیان جانبداری دولت با رهبری افسران روسی و ایرانی از آن محافظت میکردند. ارتش سوریه اعلان کرده است که برای حفظ جان غیر نظامیان از حما بیرون شد. شورشیان مخالف رژیم بشار اسد با رهبری گروه تحریری از شام از 27 نوامبر به این سو حلب، ادلب و حما را در سوریه اشغال کردند. آمریکا از سال 2018 این سازمان را تروریستی نامبر میکند. دیدبان حقوق بشر سوریه قرارگاهش در لندن روز 4 دکبر گزارش داد که در این مدت بیش از 360 شورشی، زیاده از 230 نیروی دولتی و 110 غیر نظامی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا به گزارش درباره نسل کشی اسرائیل در نوار غزه راضی نیست. در این باره نماینده وزارت کارهای خارجه آمریکا ویدان پاتل با خبرنگاران صحبت کرد. سازمان حامی عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال روز 5 دکبر با پخش گزارش اسرائیل را گناهکار کرد که در نوار غزه علیه فلسطینی ها دست به نسل کشی زده است. گزارشگران سازمان گفتند اسرائیل بعد حمله 7 اکتبر گروه حماس زندگی فلسطینی های ساکن غزه را به دوزخ حقیقی تبدیل داده است. نماینده وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت اتهام نسل کشی نسبت اسرائیل اساس ندارد، ولی پاتل در عین زمان به اهمیت سازمان های حامی حقوق و تشکیلات های غیر دولتی تاکید کرد. نماینده وزارت کارهای خارجه آمریکا ایلاوه کرد که برای بهتر کردن وضع انسانی در نوار غزه و بازگردانی گرفتگان ها باید هر دو جانب به آتش بس راضی شوند، چیزی که به گفته این مقامدار آمریکایی واشنگتن دقتش را به آن روانه کرده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 6 دکبر فرا میگیرد. ششم دکبر سال 2006 پارلمان روسیه گفت برای تنظیم روند مهاجرت به این کشور کوتا یا معیار قبول به کار در کارخانه ها را جاری کرد. تاجیکستان که با روسیه نظام بی‌روابط دارد یکی از این کشورها شد. سالهای مختلف کوتا کاری برای خارجی ها در حدود 2 میلیون نفر مقرر شد که صدها هزار جای کاری اون به تاجیکستان پیشکش شد. حامیان حقوق میگویند در اصل شمار کارجویان در روسیه از جمله از تاجیکستان 5 تا 7 برابر بیشتر از کوتا است. از این رو باز هم صفی زیادی مهاجران به طور یکا جای کار میشوند.
ششمی دکبر سال 2017 بر اساس اصلاح قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی در تاجیکستان تأسیس حزب‌های دینی من شده، مسئولیت آموزش دینی تنها به نهادهای دولتی واگذار کرده شد. تغییرات مذکور در حالی بود که سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان تنها حزب دینی در آسیای مرکزی حزب نهضت اسلامی را با اتهام فعالیت‌های تروریستی منع کرد. خود این حزب تصمیم مقامات را ناعادلانه ارزیابی کرده گفته است تصمیم بستن حزب بر اساس اتهامات بی‌پایه گرفته شده است. این تصمیم مورد انتقاد سازمان‌های بین‌المللی شد. بنابر معلومات تاریخ شناسان، ماه دکبر سال 1720 زمان فوت شاعر معروف فارسی تاجیک میرزا عبدالقادر بیدل است که در هند زندگی و ایجاد کرده است. اولادهای او از سمرقند به هند کوچیدند. بیدل از آن روشن فکرانی بود که در مسائل فلسفی و عرفانی از تعلیمات مکتب و مذهبهای گوناگون رایج در هند بهره برده، آن را با افکار عرفانی مولانا و ابن عربی آمیزش داده است. محیط اعظم، عرفان، تلسم حیرت، چارونسور، دیوان و دیگر اثرهای او تا امروز رسیدند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 106 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. در روزهای شنبه و یک شنبه ما برنامه نداریم، برای همین خبرهای آخرین را در روزهای استراحت از سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. خدا نگهدارتان.